عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. سنای هستم، واسه برنامه پرژن عبارت بهرهمند شما هست. میهمان امروز برنامه ما یک بانوی هنرمند، آوازخوان و ویولونیست هستن، خانم مریم ابراهیم‌پور. خیلی خوش آمدید خانم. خیلی ممنونم، همه وقتتون بخیر باشه و خدمت بینندگان تک تکشون خیلی لطف میکنن منو میبینن. سلام عرض میکنم و درود به شما. مرسی، ممنون از شما. خوب خانم ابراهیم‌پور، از خودتون شروع کنید. قبل از هر چیزی بفرمایید که خانم ابراهیم‌پور کجا به دنیا اومدن، الان کجا تشریف دارن، این مقدار از خودتون بگید. چشم، من راستشون پدر من وقتی که جوان بودن مأمور به خدمت بودن، سرگرد بودن، زمانی که ازشون مهندس بودن، مهندس نظامی بودن. زمان من که به دنیا بیام، بابا کارخونه سیمان خراسان رو می ساختن، مهندس ناظرش بودن، در نتیجه من مشهد به دنیا آمدم. شناسنامه من مال مشهد هستش و حدود 3-4 سالگیم دیگه اومدن مادر اینا تهران و دیگه اینجا بودم. دیگه سفرهای کوتاهم رفتم و ولی کلن اینجا ساکن هستم به تهران. درسته. الان تهران هستم. بچگی که مشهد به دنیا اومدید، چون بعضی از اوقات یه هنرهایی از بچگی توی بعضی از آدم ها در واقع بروز میکنه. توی اون بچگی که توی مشهد بودیم توی دوران مدرسه، آیا بود چنین چیزی از نوازندگی، از خوانندگی توی وجود شما بود؟ نه عزیزم، من از مشهد فقط خیلی زود اومدیم، من اونجا مدرسه نرفتم. من دقیقا 3.5 سال هم بوده که ما دیگه اومدیم تهران. فقط تنها چیزی که بوده، مادرم میگه چون اون موقع زمان مامان اینا رسم بوده که سربازا رو میآوردن، بابا میدیده، خیلی دوست داشتن من کوچولو بودم با من به لهجه مشهدی صحبت میکنم. مامان میگفت وقتی تو اومدی تهران یه خود لهجه مشهدی داشتی. من کلا لهجه ها رو دست خودم نیست، زود میگیرم و شبیه اونا میشم، مثل که از کوچولویی فقط مشهدی صحبت میکرد. درسته، داده خوب بوده. بعد که تشریف آوردیم تهران، رفتیم مدرسه. دوست داریم بدونیم در واقع از اون موقعی که این خوانندگی و نوازندگی تو دوران بچگی توی خانواده یا توی اطرافیان یا توی خودتون از کی در واقع خودشو نشون داد؟ بله، ببینین، در واقع خیلی ها، دروغ نیست واقعا، خیلی ها اینو میگن که مثلا من جد و آبادم میخوندن و پدرم اینجوری میکرد. اینا خیلی ها باور ندارن، ولی واقعا سرنوشت یه بچه رو از کوچیکی شما میبینین که واقعا تأثیر گذاره. با ما کوچولو که بودیم، یعنی با بابا، با اینکه ایشون مهندس عمران بودن، ولی بابا همیشه داشت یا سنتور میزد یا تار میزد. از آشپزی هم خیلی میکرد بابا، نجاری کرد. یه آدم خیلی عجیبی بود بابا، روح همه رفته شاد باشه. پدر من خودشون تعریف میکرد، آوازم میخوند. مادر من خیلی صدای خوبی داشتن، ولی ایشون سوپرانو هستن کاملا، صداشون خیلی ظریف بود، نوتای بالا داشت. بابا میگفتن که مادرشون هم خیلی خوب میخونده و پدرم هم، یعنی پدر بزرگ پدری منم، خیلی خوب تار مینواختن. خب به تب تأثیر میذاره. ولی اولین چیزی که پدرم تشخیص داده، من حتی اون لحظه رو یادمه. ممکنه یکی بگه من چیزی از کودکیم یادم نیست، ولی من خیلی خوب یادمه که ما به خاطر اینکه بابا بعد از اینکه آمد تهران، مدت ها سرنازه فرآباد ساری بودن، اون موقع ویلاهایی بودش برای افسران ساخته میشد و ما دائم در رفت آمد بودیم. من دوست داشتم کف ماشین بشینم، قشنگ یادمه، یعنی اونجایی که پا رو میذارم و زیر صندلی پشت بابا میشستم اکثرا. و اونجا یادمه که یک آهنگ معروفی بود اون زمان برای ما، هنوزم فکر کنم برای هم مردم شناخته شده باشه، اون قسم به اون پرستو که دست و بالش رو بستن، اون مال خانم مهستی رو که یادشون گرامیه، اونو یادمه میخوندم که پدرم به مامانم، به مادرم گفتش که محجبین، این خواننده میشه، این خیلی دوست داره بخونه.
و داره درست میخونه و حدودا چند سالتون بود؟ قشنگ یادمه مثلا 4 سالم بود. اوه چقدر خوب. آره و خیلی دوست داشتم، همش داشتم، یعنی یادمه، دقیق یادمه، من تا 11 سالگی که در واقع انقلاب شده و به همه میگم چیز جدی که خوندم چاوش نو بود که آقای شهرام ناظری میخوندن، یادمه که اصلا دوست داشتم که با خودم آواز میخوندم و بابامم خب به تب سنتور که میزدن یا هر دفعه مهمون میامد خونه ما، حتی یه کار خانم سیما مافی هم بود، ازولف سرکجت، هر کی میامد از فامیل میگفتن که بیا، چون من دو اسمم هستم، یه اسم دیگرم پوپک هست، میگفتن که پوپک بیا ازولف سرکجت رو بخون برای ما، بعد ها اون چاوش نهو میگفتن. یعنی پدرم خیلی مشوق من بود، دایی هم، فامیل مادریم که خیلی زیادم هستن، ما فامیل بزرگی داریم، مادرم طالاقونی هستن و منو تشویق میکردن که من هی بخونم و دورم میشستن بکنی فامیل زیاد سکوت میکردن، من واقعا مدیونشونم، یعنی مثل یک کنسرت، یک اودیشن بزرگ و جدی، همیشه احترام این که من میخونم برای من ترتیب میدن. ولی راستش رو بگم چیزی که شاید در ریتم من و شاید نه حتما تاثیر گذاشت اگر الان پرگوی نکنم، اینه که من از 4 سالگی قبول شدم باله ملی پارس، چون که شاگرد آقای ناظمی بودم و اون موقع خیلی برای بچه ها ارزش قائل بودن، حتی گاهی با درام با تبلای زنده براشون میزدن مینواختن، که ما تمرین هایی که گوشه به گوشه بالرینا میدونن تمرین هامون رو میکردیم تهیه 3 ساعت و خیلی جدی بود. من تا 14 سالگیم هفته 3 روز باله میرفتم، خیلی به فشار میامد، ولی فکر میکنم ریتمم رو و اینکه هی شوپن شنیدم، چون اون موقع روی ریل بود کلاس های باله ارزش قائلن، ریل اصلی می آوردن. اینا من فهم کنم در شکل گیری یک کودک، یک بچه، یک بدن نوجوان تاثیر بسیار بسزایی داره، اینکه چه رفتارهای باهاش میشه تو خونه. دقیقا همجور که شما فرمودین، در واقع خانواده شما چقدر قشنگ شما رو کشف کردن و بهتون در واقع بالا پر دادن، کمک کردن که شما رشد کنید در راهی که هستید. بله واقعا همینطور، بله، و خیلی هم موفق بودید در این راه. بعد فرمودین که از 11 سالگی یه مقدار جدی‌تر شد خوانندگی، بعد کلاسی رفتید به صورت آکادمی دنبال کردید؟ راستش من اون زمان یادمه که یک کلاسی منو برد بابا، یه ذره که بزرگتر شدم مثلا 13 سالم شده بود، من بردن قشنگ یادمه اون موقع خب عوارضی تهران بود، قشنگ یادمه که یه شهرکی بود به اسم شهرک آبادانا، یک آقایی بودن الان اسمشون خاطرم نیست، ولی یه ذره فکر کنم یادم میاد یا بعد براتون می نویستم یا از مادرم می پرسم، من بردن که به صورت جدی برم کلاس آواز سنتی. ولی موقع که وارد شدم خیلی چند نفر دور نشسته بودن، کلاس خشک و جدی بود، اصلا هم خوششون هم نیومد که مثلا فکر کردن پدرم داره منو لوس میکنه یا من زودم برای این کار. مثلا اون آقام تفلک تقصیر نداشت، ولی اصلا محل به من نداشت، اصلا یه جوری کرده که من تا سالها چیز شدم، یعنی فکر کردم مثلا من ارزش ندارم که برم کلاس آواز مثلا سنتی، یا مثلا من نمیتونم، من حتما نمیتونم غلط بزنم، من نمیتونم تحریر، نمیتونم، یه کاریم هم کردم خیلی تاثیر بدی روم گذاشت. مثلا یک بارکی گفتن چیزی که به من دور بود بخونینو، یه چیزی که مال کلاس بود، خیلی خشک و خیلی عجیب و غریب بود، در صورتی که من خودم چاوش رو میخوندم، من همش گوش میدادم به آقای شجریان، خونه ما جدی بود، همش
همه کشور، یا من بعدا همسرم تعجب میکنم، من با فیروز بزرگ شدم، بزرگترین خواننده لبنان هستن، ایشون افتخار همه خانوما هستن، خانمای شرقی. من فیروز گوش میدادم، یعنی رفتارش شد من دیگه نرفتم، یعنی بری شدم از این. ولی باز بعدش دوباره دنبال کرد، یعنی اون کلاس باعث استوب شدن شما نشد؟ نه میخوندم، بیشتر خوندم، تقلید میکردم با خودم. خب بعدم خب یه ذره بزرگتر شدم، اجبارم کردن اون موقع کلاس آقای بهارلو بود، پدرم گفت باید بری ستار بزنی، نمیشه که اینجوری، یا پیانو، معلم پیانو داشتم، همش در میرفتم، دوست داشتم گوشی بزنم، دوست نداشتم با نوت بزنم، خیلی اذیت میکردم، گوش نمیدادم به معلم پیانو، چون من از اول دوست نداشتم پیانو، من دوست داشتم ساز کششی زهی بزنم، هی به حرفم گوش نمیدادم، گفتن تو نمیتونی. از کلاس آقای زلفانونم برم بعدیگم روحشون شاد، از ایشونم در رفتم چون دوست نداشتم، دوست داشتم ویولون بزنم، بعدن دیگه رفتم کلاس. و بالاخره به ویولون رو آوردید، اولین بار که ساعت ویولون گرفتید دستتون چند سالتون بود و چه حسی داشتید؟ خیلی بزرگ بودم، خیلی بزرگ بودم. من یکی از دوستان فهمیدم که ویولون میزنه، گفتم منو ببر کلاس قایمکی، رفتم، سعادت داشتم که او کلاس خوبی میره، در واقع دیپلممو گرفتم، رفتم پیش خدمت مرحوم آقای سنجری، حشمت الله سنجری، ایشون منو دید، تا شنید که گفت دستاتو ببینم، تا شنید من باله کار میکردم، گفت من باهوش باز، کی از تو بهتر، اصلا فکر نکن که چرا 14 سالگی نایمد چی، تو از همه جلوتر می، واقعا اینجوری بود، یعنی به من هفته به همه یه درس میداد، ولی منو دوبار میدید، خیلی خیلی به من لطف داشتم و من خیلی زود رفتم کلاسامو و خیلی علاقه داشتم. درسته. و الان غیر از ویالون ساز دیگه هم هست که میزنید؟ بله، من مجبور شدم 22، در واقع 23 4 سالم که بود، من 23 سالگی ازدواج کردم با ارسلان. خب ایشون یکی از کامکاراست، افتخار کشور، ستاره است، و خب به تبع برای اینکه کنار او بشینم فقط کافی نبود به بخونم و آواز بدونم و درسانی، نمیشد یک زن رو ببرم رو صحنه و اصلا هنوزم خب صدای تکی وجود نداره. برادر شوهر بزرگم آقای هوشنگ کامکار رفتن از دانشکده، یک باره بدونی که به من بگه، ایشون اون موقع رئیس و سرپرست بودن و گفتن که از دانشگاه موسیقی، گفتن من برات قیچک آوردم، من اصلا ندیده بودم تا حالا، گفتن برات قیچک بزنی، یعنی خیلی کوچیک، قبل از بچه ها، یعنی خیلی کوچیک نه، یعنی نوعروس بودن، گفتن که یک فستیوالی هست تو باید بیای، تو برای که بخونی باید خودتو برسونی، و من واقعا هول شده بودم و گرفتم نوتا رو ارسلان برام می نوشت و اینا، ولی به کوک در واقع ویولون می زدم، قیجو، یعنی قیجک و میلا رسول می زدم. و احتمالا به خاطر که ویولون بلد بودیم خیلی کمک کرد که زودتر یاد بگیریم، درسته؟ بله، خب منتها می دونین فواصل در واقع دسته سازهای ایرانی با ساز کلاسیک بسیار متفاوته، بعد تازه فقط واقعا قیچک نوازا اینو میفهمن. من هرچی بزرگتر شدم اعتماد به نفسم بیشتر شد، خانمای خیلی عزیزی رو تو این راه ملاقات کردم، خیلی دوستشون دارم، خیلی برشون احترام قائلم که قیچک نوازم، قیچک نواز هستن، و یه آقای رمی بار استودیو دیدم، فهمیدم که این فاصله دسته خیلی گوناگونه و به من خیلی فشار می آمد، من ایراد رو از خودم می دونستم، و خب چند سایز هست دیگه، سوپرانو، آلتو اینا، چون چند بارم دست به دست شدم خیلی فشار می کشیدم، چون که قیچک مثلا آلتو برم آوردن، بعد بعد سوپرانو می زدم، بعد تو ارکست اون موقع خیلی کار میکردم، باید پارتای ویولونم رو خوب میزدم،
بهم فشار میانه. ولی آفر به شما که چه در واقع چقدر فلکسیبل، چقدر انعطاف پذیری داشتین که سریع خودتون رو با ساز جدید در واقع هماهنگ میکردیم. خیلی مرسی عزیزم. من فکر میکنم هر کی جای من بود این کارو میکرد، به خاطر اینکه اولا خب من خیلی آدم غیرتی هم، یه چیزی بهم بگین خود زیادی وظیفه شناسم، ولی غیر از اونم خب خیلی افتخار بزرگی بود. بعد خجالت میکشیدم، نمیخواستم اردشیر رو ناراحت بکنم، چون اردشیر کمانچه ارکستر کامکارا رو داشت و همش تایید میگرفتم از همسرم که آیا من دارم خرابکاری میکنم یا نه. من خیلی بد میدویدم و من خیلی تلاش میکردم که بدونم هم بخونم، حتی اما یه پارت کوتاه هم به من واگذار میشد من خرابکاری نکنم، صدای فالشی ندم. خیلی هم عالی. خانم ابراهیم پور توی خانواده در واقع هنرمندی و مشوق هنر به دنیا اومدن، بزرگ شدن و یک همسر هنرمند و مشوق داشتن. بعد که بچه ها اومدن چی شد؟ والا تا بچه ها بیان که در واقع من که بودم تو ارکستر سمفونی خیلی هم جالب بود، یعنی شاید بگم من پارسال اتفاقا اینو به شما بگم جالبه، پلی آقای قرار گرفتم تو ارکستر، آقای عرفان وکیلی ویولونیست خیلی خوبی هستن، الان خیلی ویولونیست بود. بعد بهش گفتم که چقدر جالب، چقدر ارکستر سمفونیک الان ویولونیست داره. بعد بله و اینا، گفت خیلی خوب شد شما اومدی، من مثلا جای مادر ایشون بودم. گفتم ولی میدونین چی کم دارین؟ گفت چی؟ گفتم مثل ماها رو، چون ما هر یه مدت یه خانم باردار تو ارکستر بود و خیلی شیرین بود، یعنی من هر دو بچه‌مو بارداریشون رو توی ویولونا نشسته بودم، سر شهریار یه جا بودن، سر زانیار یه جا، و ادامه دادم. و خب اتفاق خیلی بزرگی هم تو زندگی من افتاد وقتی که شما میفرمین با بچه ها، وقتی که شهریار پسر اولم رو به دنیا بردم، گروه شمس جاری بزرگ من نجمه جون لطف کردن و من رو بردن تو گروه آقای کیخسرو پورناظری و من افتخار داشتم که کنار ایشون نشستم. پسراشون و یه گروه اون موقع خیلی بزرگی از تنبور نوازا بودن و ما واقعا هم تو گروه کامکارا هم توی اون گروه، اون سال که اون اثر به اون زیبای مستان سلامت میکنن به وجود اومد، اولین خانم های بودیم که رفتیم سن. ولی بگم که بعدن سفر با کامکارا خیلی زیاد داشتم، با بچه ها کنسرت خیلی زیاد بود از همه جا، عراق، مراکش، جاهای دور، و خیلی سخت بود چون من همش نگران سلامتی بچه هم بودم، همش تو آغوش من بودن یا من رو صحنه بودم. یادمه عموی بزرگشون تو صدا برداری میرفت، مثلا یکیشون تو آغوشش خوابیده بود، یادمه توی آلمان و یه بار دیگه تو اربیل میدیدم خوابیدم، با هم دو تای دست هم میگرفتن میرفتن تو جمعیت، عادت داشت. ولی به خاطر علاقه ای که شما داشتید و کاری که داشتید، حتی وظایف مادری رو در کنار هنرتون ادامه دادید. بله خیلی خیلی سخت، ولی خب خیلی بهم فشار می اومد. حتی فکر کنم الانم برای هر خانم نوازنده، چون نوازنده یک شغلی هستش که شما رها نمیشید از اون، مثلا نمیرید پشت میزی، نه که توهین بکنم به خانمای دیگه، همشون در واقع با مادری یک جنگ نمیشه گفت، زشته بگیم یک تلاش بیشاعبه، یک پشت کار غریبی میخواد. دقیقا تلاش مضاعف میخواد چون وظایف مادری در کنار کار. ولی نوازندگی فکر کنم الان چند تا دوستان من هستن، مهوش عسگری هست، من همیشه میبینمش، خیلی دوستش دارم، خیلی تقدیرش میکنم، همه دوستان چه بچه دارن چه ندارن، ولی میدونم اون دو بچه یه داره چه کار میکنه.
سخت میشه درسته. خیلی سخت. خانم دکتر الان بچه ها چطور؟ بچه ها کار موسیقی انجام میدن؟ بچه ها بله دوست دارن ولی خیلی آزادن. اولا خیلی اینجوری بود، خب مثلا اموهاشون تک تک خیلی دوست دارن، هم بچه ها عاشقانه خانواده پدرشون همه رو خیلی دوست دارن، همونجوری که خانواده من دوست دارن، خیلی دوستشون دارن اموهاشون، دخترم و پسرم و زنم و خیلی دوست دارن درسته. و هم اونا اینا رو دوست دارن. اوایل اینطوری بود، هر دوان لطف کرد خیلی بزرگی کرد، همجوری رسمه تو کامکارا یه هم ساز کادو میدن، میدونی من بارها دیدم شوهرم مثلا عود داده به بچه یک، او یکی به یکی، برای بچه های من هم اینطوری بود، سنتور دادن، کمانچه دادن، ولی ما از کوچیکی خب مسلطتر بودن، ویولون شروع کردیم، ولی مثل همه بشر مثلا پسر بزرگم مدت ها خواست خیلی جدی پیانو بذاره، من گذاشتم بره. یا بعدا تا الان تا دیجیریدو هم خریده، کلاسم داشت تو این کرونا، من گذاشتم که در واقع داشته باشه. یا مثلا زانیار پسر کوچیکم گفت من نمیخوام، اینجاش درد میگیره، چپ دست بود و هست، از اون چپ بود، دو دست بود، گفت من اینجام درد میگیره، من ویولونسل پیشنهاد کردم، هنوزم کلاس ویولونسل داره، بعد خودش گفت گیتار میخوام، گفتم یعنی ما اجبار نداریم بگیم چون پدرشون نوازنده عود هست حتما مثلا در سازای ایرانی و حتما عود بزن، نه اینجوری نیست. درسته. خب خانم ابراهیم شما خودتون نوازندگی رو بیشتر دوست دارید واسه ارتباط برقرار میکنید یا آوازخوانی رو؟ ببینید به نظر من این سوال از من چند بار دیگه شده، انگار که حتی همسر منم اینو میذاره به دوش من، میگه که همیشه من میگه پوپک تو آواز خانی، و من قبول دارم که من به پای او و خیلی ها نمیرسم در نوازندگی ویولون، ولی ویولون خب شغل من هستش و اونجوری که مثل این که از مردم برمیاد، من معلم پرحوصله و در واقع خیلی وظیفه شناس و وقت گذاری هستم، خب شغل منه و خیلی دوست دارم، نمیتونم بگم کدوم از کدوم، ولی اون چیزی که برمیاد از من، خب گاهی میفهمم که خوانندگی یک چیز محبت الهی هست، به هر کسی پاده نمیشه، هرچی یک جوری مثل گوهر یک چیز جداگانه این رو میبینم. درسته. شما خود وقتی که در واقع آواز میخونید، شما چند از کارهای شما رو دیدم، یه مقدار سنتی و یه مقدار محلی هم میخونید، با شیوه و لهجه های مختلف هم انگار میخونید، درسته؟ اونا رو خودتون بلد هستین یا اینکه اون آواز رو فقط مخصوص اون آواز میرید اون رو یاد میگیرید؟ ببینید من متوجه کاملا سوالتون میشم، من غلط میدونم کسی رو که چون این کارو کردم میگم، خیلی هم بعدشون میاد از حرفم، اتفاقا چند وقت پیش مصاحبه بود مثل که قطع کردم وسطش، بعدشون میاد که من جدی، به نظر من یه خواننده خیلی مسئولیت بالایی داره، حالا سوای رقابت و اینا، این باید بفهمه چی میخونه، چون من این کارو کردم، من کرد نیستم، پدر من زاده کرمانشاه هستم ولی کرد کرمانشاه نبودن، من از خیلی کوچولوی اومدن بیرون، اصلا من نشنیده بودم، ولی من یاد گرفتم، من با تمام وجودم وقتی یه چیزی رو میگن با تمام پوست و گوشتم، یا من ایتالیایی خوندم میفهمم اپرا چی میخونم، یا ترکی، من آذری خیلی دوست دارم، پارسال اتفاقا یه گروهی داشتم یه سال و نیم مال خانم شوکت رو میخوندم و با تمام وجودم، چون بسیار برای آذری ها بسیار زیاد احترام قائلم، موسیقیشون رو بسیار دوست دارم، چون با
با کوچیکی من با یک عالم دوست آذری گوناگون از همه خطه هاش داشتم، یعنی از جایی نیست که از آذربایجان من نداشته باشم. واسه همین فکر میکنم باید کلمه به کلمه واژگان همه رو در بیارید، بدونید شیوه اونا حتی بخونید. من اینطوری فکر، یا وقتی اپرا میخونید نمیشه از خودتون در بیارید، تا اونجایی که میکشه من سعی خودم. درست، یعنی اولا فقط تقلید نیست، شما واژه ها رو تک به تک معنیش رو میدونید و در بطن خود اون ترانه فرو میرید تا اون رو بتونید اجرا کنید. بله، فکر میکنم اگر بی ادبی نباشه یا چیزی در واقع حرف بزرگ زیاد است از نظر باشم، من دارم کار تمام خواننده های بزرگ رو که دیدم آموزش دیدم میکنم، برای اینکه من دیدم که با تمام وجود دیدم خواننده هایی که ایرانی نیستن ولی ایرانی میخونه. خود خانم ماریا کالاس خیلی جالبه، وقتی باشون مصاحبه میکنم نه چقدر زیبا ایشون یونانی، چقدر زیبا فرانسه میخونه، صحبت میکنه، میخونه، معلومه که میدونه. من حتی به تازگی یه زبان دیگه شروع کردم به خاطر خوندنم، برای اینکه به نظر من یه خواننده خیلی باید تلاش بکنه و باسواد باشه. درسته، با هم تحسین هست و تبریک میگیم به شما که با این مشغله های زن و شوی و مادر بودن و نوازندگی و اجرا در کنارش همچنان شما دارید محبت شما و یادگیری رو دارید ادامه میدید. با هم باعث افتخار اختیار دارید، محبت شماست. اگر که قرار باشه در واقع خودتون توی اوقات حالا تنهاییتون یا یه موقعی که میخواید چیز رو گوش کنید، خودتون ترجیح میدین چی گوش کنید؟ همون سنت ایرانی گوش میکنید یا اپرا گوش میکنید؟ خیلی گوناگونه. من اتفاقا شبا خیلی عادت دارم به خاطر خب مادری که دارم، بعدم از صبح بیدارم، خیلی زود میخوابم. خیلی هست که اصلا ناخواسته من 4 بیدار میشم، همیشه از کوچولو نمیشم، همیشه اون موقع دارم گوش میدم یه چیزی. راستش دروغه اگه به شما بگم که من فقط مثلا ویولون کلاسیک گوش میدم. خیلی الان اخیرا نوازنده گیر آوردم مثلا بی نظیر، یه آقایی هست که الان خیلی معروف هست، سوختم جسمشون تو آتش سوزی، نوازنده بزرگ، او رو گوش میدم. پرلمن رو دوست دارم، ولی دروغ نگم که گاهی اوقات میبینم ساعتها دارم قانون گوش میدم. یک نوازنده هست، ترک هستش، ایشون مال ترکیه هست، نمیتونم بگم چی، اصلا بی انتها زیبا نواختنشه، قدر مستند. من راستش موسیقی های گوناگون گوش میدم، حتی بعضی وقتا خیلی دوست دارم موسیقی های رو گوش میدم که با اونا خاطره خوب داشتم. مثلا هی پشت سر هم پوران گوش میدم، یا همش الهه گوش میدم، یا حتی خانم همیرا بعضی چیزاش دو سه تا آهنگش منو میبری و فکر میکنم 7 سالمه، دارم تو ماشین بابا اینا میریم، پدرم دوستش، یا کارهای استاد شجریان یا کارهای ناصری، بعد کارهای حتی جدید. الانم اتفاقا قبل از مصاحبه داشتم میگفتم که من حتی خیلی کار خارجی رم مثلا دوست دارم، هری شب ساعت ها داشتم استیم گوش می دادم، کارهای در واقع حتی راک هیوی متال خیلی دوست دارم ساعت ها. جورج مایکل خیلی، الان کوچیک بودم اونجوری نبودم گوش می دادم، یا امروز صبح لاینل ریچی گوش می دادم، دوست دارم همه شونه. تنوع خیلی گسترده توی شنیدن دارید، با وجود که اخلاق همه. خب اگر که در واقع به ترانه گوش بدین یا به خواننده گوش بدین، ممکنه تحت تاثیر صداش قرار بگیرین یا نه؟ شما خودتون یک شیوه خاصی دارید تو آواز خوانی؟ حتما حتما، اصلا همینه که
خیلی ها میگن خودت باش، تو خودتی. هرچی هم خب شخصیت انسان اینجوریه که میخواد خودش باشه، خب به طب رو صداش هم تاثیر میذاره دیگه، تقلید کس دیگه رو نمی کنی. ولی اینکه شما در ذهنتون، در قلبتون، تمام مغزتون رو میگیره یه خواننده ای، شما ناخودآگاه وقتی کسی پیش شما نیست، کسایی هستن این الگوی تو هست. میدونی؟ او شایسته است برای تو، اون حرکاتش، تمام اینا نمیتونی بگی رو تو تاثیر نمیذاره. مثال اینکه حتی من نمیتونم، یک کاری هست که استاد بنان خونده، من نمیتونم شبیه اون بخونم، ولی اصلا یک حالی میشه، این اصلا نمیتونم بگم چه حالتی میشم. من عاشق اون کار آقای بنانم. یا ماریا کالاس رو من نگاه میکنم، اصلا این حالتی که این زن داشته و این بیان، نفسگیری، چشاش، بعد احساساتی بوده، خب این رو من تاثیر گذاشته. و به طب خب خیلی ها رو دیدم، گفتم ای بابا، هیچ بابا، اصلا حاضر نیستم یه لحظه از عمرم رو برم. من کلن خواننده هایی که احساساتشون رو بروز میدن و درگیر میشن، مثل حتی خود فردی مرکوری، میبینین وقتی میاد رو صحنه با تمام وجودش داره میخونه. اینا رو من الان کار جدی در دست اقدام یا برای آینده کوتاه برای بینندگان ما بدونن که قرار هستش چه کار جدی؟ بله، چند تا کار. اتفاقا یه کاری هست، من هی دارم میگم انشالله دیگه تموم بشه، ولی خب تو ایران خریدار نیست متاسفانه، ولی یک آلبوم بسیار، یعنی چند تا کار خیلی خیلی ارزنده به لطف پروردگار به من معول شد، من خوندم. یک شاعر بسیار معروف و بسیار ارزنده در واقع باید بگیم کردستانات داره، اسم گوران. گوران کسی هست که زبان کردی رو کردی کرد، یعنی روژباش رو ایشون آورده، در واقع مقدار زیادی از واژه‌های عربی رو گرفته ایشون، شاعر بزرگی است. من در واقع 16 ساله که 3 تا کار رو خونده بودم همزمان با علی سنتوری، اون فیلم در استودیوی اردوان عزیزمون بود. بعدا امسال ارسلان، چون خودش هم دیگه در کردان استودیو داره ضبط میکنه و به سفارشی که از دوستاش بود، بقیهش رو خوندم. اینا 9 تا کار بسیار ارزشی بود، واقعا واقعا دلنگیز. و به جدیدن هم که خیلی افتخار خیلی بزرگی داشتم که آقای کامکار بزرگ، بزرگ خاندان، ایشون به من 2 تا کار دادن ماه پیش و من سریع کارش کردم با جان و دل و خوندم. یکیش بسیار زیباست، از رباعیات خیام هست، ولی چند رباعی هست که شده یک اثر. و اثر بعدی هم مال آقای فروخ تمیمی هست، اگر اشتباه نکنم، شاعر بسیار زیبا هست، راجع به کشور ایرانی. باز یه کار دیگه هم به جدیدن برای همسرم با هم دوتایی تولید کردیم، بسیار غم انگیزه، ولی من همیشه اشک می‌ریختم وقتی کولبرا رو می‌دیدم. این کار تقدیم به کولبران هستش، ولی اشعارش فارسی هست. در رهبر ارکستر سنندج خانمش میشه گفتم این کار قطعه کولبران هم آماده، یعنی ما الان چند تا سیدیمون همجوری آماده. خیلی هم عالی، امیدوارم که زودتر بیاد بیرون و بیننده های از این همه که علاقه من هستن میتونن خانمه با این رو فالو کنن که آپدیت بشن، با حسا میذاریم لینکشون رو که آپدیت بشن در مورد کارهای جدیدشون بشن. امیدوارم انتهای برنامه صحبت هست یا سوالی که من از شما نپرسیدم و دوست دارید به تمرین که مدخمه. نه، شما خیلی محبت دارید،
خیلی ممنون که این وقت رو بر من گذاشتی. من اینجا میخوام به شما بگم که کسی که آواز میخونه و یک زن هست خیلی دوست داره که بهش مهر بذارن و ازش سوال بکنن، پیش رو بگیرن، چون داره سختی انجام میده. اینجا میخوام بگم که ممکنه خیلی خوششون نیاد، ولی بگم خانوما اونا که میخونن خودشون رو قوی تر کنن، ساز بزنن، نذارن همخوان باشن و کمتر نشون داده باشن. من از خانمایی که میخونن دلم میخواد که استوار باشن، پایداری بکنن در این راه. به ما خیلی توهین میشه، ما خیلی قصه میخوریم، صدامون گاهی وقت بسته میشه، حتی آقایونی که کنار ما قرار میگیرن دور از جون، نه به اون آقایی که کنار من بودن توهین بشه، که خیلی جاها همسر خودم بوده، برادر شوهرم که بسیار رعایت من کرد. ولی نکته خیلی مهم بگم، این هیچ کجای دنیا نمیدونن و فکر میکنن که میشه صدای زن کنار مرد شنیده بشه. نه، یه خانم هر چقدر فریاد بکشه صداش ظریف‌تر از یک مرد هست و جنس صداش چیزی که اگه اون مرد رعایت اون زن رو نکنه صدا بلعیده میشه و اصلا به گوش تماشاچی نمیده. ما اگه شبی شنیده میشیم، ممنونیم از اون صدا بردار، ممنونیم که اون شب کشورمون به ما اجازه رو داده، اون امکان رو داده که ما بیایم رو صحنه. به خانما میخوام بگم که خسته نشین، بنوازید و حتی بیشتر از آقایون سعی بکنید. این حرف من مرد سالاری نیست، زن سالاری نیست، هیچ سالاری نیست، ولی میخوام بگم من یه فیلمی دیدم و خجالت کشیدم. من خیلی گوش نمیدادم به آقای زنده وکیلی، همینجوری رفتم تو پیجشون دیدم چقدر خوب ساز میزنن. آدم باید احترام قائل باشه برای آقایونی هم که زحمت کشیدن برای خوانندگی. خوانندگی همجوری نیست که با دل خودم بخونی، به نظر من خیلی زحمت میخواد و اگر که پخش میشه، که میدونم پخش میکنی صدای منو، میخوام به خانما بگم که شما خودتون هستید که میتونید خودتون رو ببرید بالا رو صحنه. شما باید خودتون رو بکشید بالا. اسم ما تو پوستر هم خان هست، خواننده کسی دیگه احساسون، ولی شما باید اینقدر خوب بخونید، اینقدر مطالعه بکنید، ایرانی، سولفژ، همه چی کلاسیک، که اون آقا اقلا متوجه میشه کنار شما، به فهم شما هیچ کمتر از ایشون. به نصیحت های زیبایی خانم بایپور گوش کردیم. امیدواریم که همجور که ایشون گفتن بانوان سرزمینمون همینجور که همیشه استوار و قوی و قدرتمند بودن، همینجور در عرصه هنری هم قوی و قدرتمند استوار جلو برن. ممنون که تا این لحظه از برنامه ما رو تماشا کردید. در نور و عشق باقی بمونید. خدا نگهدار.